اتفاقا یک روزنامه کلیسای کاتولیک، جورنال آف دی کاتولیک رپورتر، یک خبر اینو نوشته بود. نوشته بود وقتی آقای اوباما تصمیم گرفت به سوریه حمله کنه، رهبر جزویت های واتیکان پاولو نیکولاس، آدولفو پاولو نیکولاس، در واقع رفت یک مصاحبه کرد و گفت درست نیست از حمله نظامی استفاده می کنید، برای همینم در واقع کاخ سفید عقب نشینی کرد. اینم نکته جالبی است. همه گفتن به خاطر اینکه پوتین در یک لحظه، خیلی هم جالبه، اوباما، پوتین و پاپ، آیا واقعا پوتین بود سوریه رو نجات داد؟ جمهوری اسلامی و سپاه قدس به حساب خودش می نویسه، حزب الله به حساب خودش می نویسه، اوباما به تدبیر سیاسی خودش، در که امروز یک تاکتیک دیگری رو انتخاب کرده در همون میدل ایست، داره یک نیروهای میانه رو تقویت میکنه علیه بشر اسد. ولی آیا کلیسای کاتولیک در واقع مانع این عملیات نظامی شد؟ آیا پاپ همه کار است؟ ولی این پاپ کار قشنگی کرد، رفت در واقع به تمام مکانهای مقدس، دیوار ندبه اسرائیلی ها، رفت مسجد الاقصی، رفت اونور دیوار، در واقع یک حرکت تاکتیکی استراتژیکی انجام داد. برای چی؟ چه اتفاقایی در میدل ایست خواهد افتاد؟ بسیاری معتقدن ما به زودی شاهد یک خاورمیانه جدید خواهیم بود. علی‌رغم تمام تلاش‌های اسلامیست‌ها که سعی می‌کنن بعد از روی کار آمدن آتاتورکیست‌ها که منجر به سقوط امپراتوری یا خلیفه‌گری، آخرین خلیفه‌گری اسلامی شد، می‌خوان خلیفه‌گری رو برگردونن، اما پاره معتقدن نه، چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد، بلکه بازی‌های خاصی خواهد بود. در واقع یک اینیگماست که کسی این اینیگما رو پاسخش رو پیدا خواهد کرد، کسی نمیدونه. آیا تاریخ دوباره تکرار خواهد شد؟ دوباره جنگ های صلیبی رو مشاهده خواهیم بود؟ امروز وقتی آقای اوباما، پرزیدنت اوباما سخنرانی میکرد در اکادمی نظامی، سیاست آمریکا رو سیاست در واقع دیپلماسی نرم معرفی کرد، نه حمله های نظامی. اگر آمریکایی‌ها این چنین در واقع تصمیم گرفتن قرن 21 رو آغاز کنن، پاپ وقتی میره در اون منطقه و یک تور مذهبی میزنه، به ویژه مسئله سرزمین فلسطین رو مطرح میکنه، چه کسی بازنده است در اولین وهله؟ جمهوری اسلامی. برگ قدس رو از جمهوری اسلامی میگیره، به همین سادگی. در واقع برگ قدس هم داره از دست جمهوری اسلامی خارج میشه. اما اجازه بدید ببینیم واقعا این خاورمیانه چه اتفاقی میفته. فقط ما گرفتار این مذاکرات نشیم، شیفته خنده های ابلهانه آقای ظریف نشیم، چون این خنده ها خطرناکه، گاهی هیستریکه. و یک، تمام تحلیل و تفسیرهایی که من در سایت های ایرانی میبینم همه به سبک کهنه، سبک قدیمه، همه با یک زوایای خاصی نگاه میکنن، این گونه نیست. بازی ها رو برید در سطح دیگه ای ببینید. من اتفاقا یک دختر خانمی هست مثل گلناز اسفندیاری در IISS، در یک مرکز نظامی و مطالعاتی انگلیس همکاری داره و فعال، من میبینم حداقل این بچه ها دارن در سطح گلوبالیزه شدن دنیا مطلب می نویسن. خانمی به نام وخشوری است، در مورد نفت می نویسه، مطالبش قابل هضمه و قابل درکه و واقعا ارزش داره. اما اجازه بدید ببینید، یک روز من آمدم و گفتم یک مرکز مطالعاتی انگلیس به نام روسی RUSI
مطلبی نوشته، یک مانیفست داده بود که انگلیس برمیگرده به شرق سوئز، انگلیس برمیگرده شرق سوئز. یادتونه انگلیسی ها در اونجا بودن. و بعد ناگهان ما دیدیم فرانس چارلز، مرد همیشه ولی عهد مادام العمر دربار وینسور، رفت به عربستان و چه استقبالی از فرانس چارلز شد. حتی وقتی روی اون تخت نشسته بود شما یک لحظه احساس میکردید فرانس چارلز پادشاه عربستان سعودی است. البته این رو فراموش نکنید، عربستان سعودی ساخته و پرداخته لارنس عربستان بود، ساخته پرداخته هوارد فیلبی بود، بزرگترین سرجاسوس انگلیسی ها، مردی که به خاطر اینکه آمریکایی ها هرگز به ایران و عراق دسترسی پیدا نکنن 1940 بعد از جنگ دوم جهانی با آقای روزویل، پرزیدنت روزویل وارد مذاکره شد که شما بیایید عربستان سرمایه گذاری کنید، یعنی دور کردن. حالا انگلیسی ها با رقص شمشیر برمی گردن. اگر توجه داشته باشید در یک سال گذشته بعد از سفر فرانس چارلز و بعد از سفر آقای اوباما، تغییرات اساسی در ساختار قدرت عربستان سعودی شروع شد. حالا پاره ای معتقدن که حتما ادمینستریشن اوباما، این نظریه اوباماست نه نظریه دیگران، این است که عربستان و ایران به همراه آمریکا منطقه رو میتونن کنترل کنن، ولی چنین نخواهد، این چنین نیست. اتفاقا من دیدم آقای کریم سجادپور با یک کارشناس دیگری در کارنگی یک بحثی رو کرده بودن که این مثلث امکان نداره دوباره شکل بگیره، این یک مثلث برهوت استراتژیکی است، ایران و عربستان کنار نخواهند آمد. نگاه نکنید میگن میخوان با خاتمی صحبت کنه هاشمی، بازی چیز دیگری. اما اجازه بدید قبل از اینکه به مسائل ایران و نقش ایران در منطقه بپردازیم، نگاه کنیم انگلیسی ها چگونه دارن بازی میکنن. اول پرنس چارلز، بعد ملکه الیزابت، و بعد ناگهان اگه یادتون باشه چندی پیش بود آقای دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس آمد و اعلام کرد که ما تصمیم گرفتیم به این عصر لندنستان که فرانسوی ها میگفتن اونجا لندنستانه، یعنی اینقدر گروه های اسلامی اونجا ریختن و جهادی که برای تمام اروپا خطر داره. اتفاقا بچه های نازنین من در فیسبوک به این مسائل بسیار اشاره کرده بودن. حالا آقای دیوید کامرون آمد، حالا حتما گوش میکنیم به حرفاش، آمد و گفت باید MI6 به همراه سر جنکینز که به اصطلاح مشاور ایشون بوده باید بروند و کارنامه عملیاتی و فعالیتی اخوان مسلمین رو در لندن زیر رو کنن. اولین بار دولت انگلیس ایستاد در مقابل اخوان المسلمین، تعجب آوره نه؟ دیوید کامرون در مورد سفیر سابق انگلیس در عربستان صحبت میکرد، جنکینز، که اصلا باید مسئول این کمیته ویژه باشه که نظارتش MI6 عهده داره. این رو فراموش نکنید. پاره ای در انگلیس چنین نظری رو ارائه دادن که به اصطلاح دستگاه های اطلاعاتی، اینتلیجنس سرویس انگلیسه که نگرانه، نه وزارت امور خارجه که عربیستا هستن. چرا؟ شما نگاه کنید در دانشگاه آکسفورد یا در وزارت امور خارجه اکثر مشاوران شخصیت هایی هستن که در واقع خودشون گرداننده این نیروهای محفلی و به اصطلاح گروهی هستن. ببینید یکیش از طارق رمضان، طارق رمضان آدم ساده ای نیست، مشاور فرانس چارلز بوده در دانشگاه آکسفورد، میز کرسی داره، ایشون همه کاره اخوان مسلمین جهانی است، ایشون نوه به اصطلاح پایه‌گذار اخوان مسلمین هستن. اینها دو برادر در سوئیسن، بنیادهای بسیار نیرومندی دارن
و در واقع در تمام این 30 سال گرداننده اصلی این بازی ها بودن از پشت پرده. چرا من طارق رمضان رو بهتر میشناسم؟ چون پدرش سعید رمضان رو هم بهتر میشناسم. به خاطر اینکه گروه لروش اولین گروهی بود که دست اینا رو رو کرد. در زمان کارتر نوشت به زودی اخوان مسلمین به خاطر براندازی شوروی و تغییرات اساسی در منطقه راه خواهند افتاد و دیدیم که راه افتادن. حتی در بعضی از خبرها آمد، اگه یادتون باشه، یک تروریست سیاهی بود به اسم صلاح الدین، دیوید صلاح الدین، که آقای طباطبایی رو ترور کرد. در بسیاری از خبرها آمده بود که ایشان وقتی ترور کرد و میخواست فرار کنه به ایران، از طریق خاندان رمضان به ایران رفت، چون قدزاده موافق نبود اون رو بپذیره. احمد خمینی با سفارش اینها از سوئیس هواپیما فرستاد و این به اصطلاح قاتل آقای طباطبایی رو به ایران برد که آقای مخمل باف بزرگترین شاهکار رو انجام داد و ایشون رو در فیلم سینمایی خودش به عنوان یک پزشک بازی داد. پس بنابراین توجه داشته باشید، بازی ها هر روز جدیتر و جدیتر میشه. ادهی معتقدن باید اخوان مسلمین برون، جهادی ها برون، ادهی معتقدن ما به اینها نیاز داریم. اما فراموش نکنید نقطه عطف یا turning point، the turning pointی که این امریکایی ها میگن، به نظر من از مصر شروع شد. وقتی جنرال السیسی تصمیم گرفت ناپلئون بشه، بیاد و مملکتش رو نجات بده، نه فقط مملکت شو بلکه شاید منطقه رو، و در واقع کودتا کرد. ما اشتباه سعیه بگیم با رأی مردمی اومد، نه، جنرال السیسی و یارانش کودتا کردن و در واقع حالا در انتخابات شرکت کردن، انتخاباتی که باید هم آرای زیادی نداشته باشه. زیادم تعجب نکنید چرا، من دیدم در بسیاری از گزارش ها آمده بود که چرناد یا مردم آنچنان استقبال نکردن از این در واقع انتخابات. اولا مردم نگرانن که جنرال السیسی میشه همون حسنی مبارک، یک جنرال جای یک جنرال دیگر، این خیلی واضح است. دو، مردم مذهبی که تا پیروز بهار عربی رو استقبال کرده بودن به خیابان آمدن، مسلمن در این مثلا انتخابات شرکت نخواهند کرد. بنابراین زیادم تعجب آور نیست که السیسی با یک آرای بسیار کم قدرت رو به دست بگیره و در واقع در مقابل اخوان و مسلمین بیسته. شما اگر توجه داشته باشید بعد از حرکت آقای السیسی یا تغییر جهت بازی ها، ناگهان شما در لیبی کودتای نظامی ببینید، در تایلند کودتای نظامی ببینید. اکثرا کودتاها مورد توجه بعضی از قدرت ها نیست، ولی اتفاق افتاد. میدونین چرا؟ ضمن این که تمام بازی ها برمیگرده به پوتین، پوتین بازی رو به هم زد با کریمه. البته من معتقدم کریمه در مقابل سوریه، همیشه باید بازی های شطرنج استراتژیکی رو ببینید کجا یک مهره میره مهره دیگری میاد. چرا میگم سوریه در واقع پاشنرشیل ایران و جهادیستا خواهد بود؟ توجه داشته باشید آقای خامنه ای ناگهان یادش اومد که دوباره بیاد و سخنرانی کنه و از وحدت امت اسلامی سخن بگه و اینکه اسلام رو دارن بدنام میکنن. گوش کنید.